دوستای عزیز، هفته گذشته ما عرض کرده بودم که در مابین انسان‌های متعددی دارای افکار و طموحات مختلف زندگی می‌کنند. یک تعداد مردمی هستند که اصلاً شبش روز می‌شود و روز شب می‌شود، اصلاً نمی‌داند که چی کند. فقط هم و غمش یک لقمه نان است که باید پیدا بکند و شب خواب بکند، روز پس برود در پشت یک لقمه نان. دیگه چیزی در ذهنش نمی گرده. در حقیقت با واقعیت‌های عینی جامعه، اگر ظلم می شود، اگر استبداد می شود، اگر خرابی می شود، ای در حقیقت خود را بیرون فکر می کند و می گوید که ما خو ماف هستیم و در زندگی ایشام ایتو تطویر نمی شود و ایتو فکر هم پیشش نمی آید که چرا ما تغییر نخوریم، چرا این وضعیت به طرف بهبود نرود. متاسفانه که مردم بسیار زیاد هستند، زیاد مردم هم امی رقم هستند. گروه دوم مردم هستند که اونا طموحات دارند، یک سلسله اهداف عالی و بلند دارند، ولی کدام تخطیط و برنامه برای رسیدن به او اهداف را ندارد. خود ذهنش میگردد اگر این تو شوه بهتر است. گروه دیگری هستند که از یک طرف اهداف بلند دارند، خوب دارند، از طرف دیگری برنامه هم برش دارد، ولی به هدفشان نمی رسند. علت نرسیدن به هدف ایست که به هدفشان برنامه را دقیق نکردند، مشخص نکرده، اهداف و وسائلی که لازم به کار بود او را به کار نگرفته، از این خاطر در نصف راه می ماند. و گروپ اخیر و مردمی اند که اونها اهداف بلند دارد، برای اهدافشان پلان دارند، وسائل را خوب استخدام کردن، در نتیجه کامیاب هم می شود. یعنی امو چیزی که او در ذهنش تعیین کرده است، با او عشق می ورزد، با امو هدف می رسد. اما مردمی که به هدفشان، به طموحاتشان، به مقاصدشان دست پیدا بکند، او مردم را ما میگه مردم کامیاب هستند، مردم ناجح هستند. برای از اینکه ما و شما هم انسان هستیم، زنده هستیم، باید از گروپ چهارم باشیم، هم هدف داشته باشیم و هم به اهداف خود و به مقاصد خود دست پیدا بکنیم. روی اساس است که شناخت یک انسان و شناخت جایگاه یک انسان به اساس لباسش نیست. لباس کسی مقبول بود، او برتر است. به اساس پیسه نیست، به اساس مقبولی و بدرنگی نیست، به اساس قوم و نژاد و سمت و زبان نیست. برتری یک انسان همانا به اساس اهدافش است. هر قدر هدف را بزرگ تعیین کرده بود، به امو اندازه این نفر بزرگ است، عظیم است، کلان است. و من عرض کرده بودم هفته گذشته که چگونگی تثبیت شخصیت یک انسان یک سیستم اهرامی دارد. ایتو بستر بسیار کلان است، آستاستا بالا میره. هر کس به جایی که به حسب هدف شخصیت پیدا میکند. پس میبینیم که انسانهایی که بزرگ هستند مشاکل هم زیاد میبینند، تکالیف هم زیاد میبینند. با جالبیست که این تکالیف و این مشکلات را
به خاطر نجات دیگران میبیند، به خاطر امن و عزت دیگران میبیند، به خاطر شکوفایی و رفاه دیگران میبیند. این نقطه تفاوت است در بین رهبرای امروز ما و سلف صالح و رهبرای گذشته ما. رهبرای گذشته ما رضوان الله علیهم اجمعین، او مبارکا برای دیگران کار میکردن، تلاش میکردن، مبارزه میکردن، خود را به خطر منداختن، بندی میشدن، شهید میشدن، ولی مردمش را نگاه میکردن، مردمش را حفاظت میکردن، حق میگفتن و برای احقاق خون میدادن. خب هیچ وقت مردم را سپر جور نکردن. رهبرای امروز ما عکس از اوست، مردم را سپر جور میکنن ولی منافع خود در سپر بودن مردم تثبیت میکنن. اصلا میخوان که خودشان به چیزی برسد، نه رفاه مردم در نظرشان است، نه امن مردم در نظرشان است و نه هم عزت و شکوفایی مردم در نظرش است. ولی از القاب و مقدس و پاک، از الفاظ پاک و زیبا همیشه سوء استفاده کردن و میکنن. اما شما هر روز میبینیم همه اسلام بیچاره است که هرگاه منافع شخصیشان به خطر بفته بازو پیش میشود، هرگاه کار نورمال روان است بعد از او باز هرچی که به اسلام میاد هیچ شورم نمیخورد، آوازشان بلند نمیشود. متاسفانه. خب حالا ما میخواهیم من حیث الکل نباید او مردمی که زیاد هستند در جمله از او مردم شویم که شب روز میکند و روز را شب میکند، بلکه باید مردمی باشیم که در زندگی خود اهداف داشته باشیم. باز اهداف که داشته باشیم کامیاب هم شویم و برسیم به او اهداف خود. عرض کرده بودیم بزرگترین شخصیتی که او الگوی ما شما هست، اسوه ما شما هست، قدوه ما شما هست، رسول ما صلی الله علیه و سلم است. بناهن زندگی پیغمبرتان را علیه الصلاه و سلام را در بین دو آیه خوب مطالعه بکنید. یک آیه اقرا باسم ربک الذی خلق، آیه اخری الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس در این دو آیت نجاح اصلی و کامیابی اصلی را در حیات رسول ما صلی الله علیه و سلم جستجو بکنیم. پیغمبر علیه الصلاه و السلام کامیاب شد. چطور کامیاب شد؟ چرا تانست این کل مشکلات را که پیش رو داشت او را یک سره حل کرد؟ و امروز که ما میگیم که اینی کار میکنیم، باز چی میگیم؟ کار خوب بی‌پیسه نمیشه. هر کاری که ما آل عنوان میکنیم مردم بر ما چی میگه؟ پیسه کجاست؟ هر کاری که میخوایم انجامش بدیم به ما میگه دفتر در کجاست؟ موتر در کجاست؟ شما باور بکنید بسیار کار خورترک را مردم قبول نمی کند که بی پیسه نمی شود. ولی رسول علیه السلام کجا کد و پیسه را؟ در کجا بود و پول؟ کجا بود و قدرت؟ کار رم پیش روی مردم برد که همه مردم مخالفش بود. 360 بود در داخل و بیرون کعبه قرار داشت. به هر مشکل یک خدای جعلی ساخته شده بود. به هر مشکلی که تو داشتی او جا یک تمثالی بود، یک بتی بود که پیش از او باید میرفتی و مشکل باید حل میکردی. چنان بر ذهن جامعه انسانی فشار آمده بود که هر کاری که میکرد باید به بت مراجعه کنه. میخواست سفر بکنه، باز یک بت بود در این طرف دستش تو یک خرجینک انداخته بود، در اوجا تیرها بود، چشمت پت میکردی یک دانه تیر بیرون میکشید، دو تیر نوشته بود افعل لا تفعل،
اگر نو تیر برآمد که بر رو افعل بکو، بازی نفر خوش میشد میگه به من اجازه داده شد و همون تو خوش خوش پیش میرفت. ارگا او تیری که دو نوشته بود لا تفعل نکو، باز خفه میشد میگه اجازه داده نشد، همون کارا نمیکرد. یکان بار اجازه دوم دفعه هم داشته که یک تیری که دو چیز نوشته نبود برد ما برآمد، باز میگه دلت آل اختیار داری میکنی هم فایده نداری، نکنیم نقص نمیکنی. باز اگر دقت به کار میبری باز یک اجازه دیگه بود که یک تیر دیگه را بکشی. به این شکل یک حالت عجیب و غریب بر ذهن جامعه انسانی تسلط پیدا کرده بود. هر چیز باید از بت اجازه گرفته میشد. رسول علیه السلام چرا کامیاب شد؟ به خاطر که هدف را خوب تعریف کرده بود، یعنی مقصد خود را و هدف زندگی خود را شناخته بود. ما چرا ناکام میشیم؟ اما تو روان میباشه نمیفهمیم که من کجا میرم و چی میکنم. انسان که در زندگیش هدف تعیین نکرد، بحث مطرح نمیشود که کامیاب شده نشده. کامیابی و ناکامی وقت مطرح میشود که مقصد معلوم باشد. رسول علیه السلام هدف را مشخص کرده بود که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مردم را از تاریکی باید خلاص بکنی و طرف نور باید بکشی. بعد وقتی که این هدف را تعیین کرد، برای از این هدفش بسیار مقبول برنامه ریزی کرد، پلان برش جور کرد. حتی نبود که ما روز را شب میکنیم شب را روز میکنیم، ایتو نبود، بلکه پیغمبر علیه السلام در زندگی خود مشخص کرده بود کدام کار را چه وقت بکند، کدام عمل را چه وقت بکند. ورخطا نبود، احساساتی نمیشد. صحابی پیش می آید و میگه که او مبارک در زیر سایه کعبه اما تو پهلو زده بود. صحابی برش میگه که یا رسول الله ما به حق نیستیم؟ گفت به حق هستیم. تو پیغمبر خدا نیستی؟ گفت پیغمبر خدا هستم. گفت پس این چی حال از سر ما؟ توهین میشیم، تحقیر میشیم، زده میشیم و و الاخره. از الله بخوای که یک طرفه کنه گفه. پیغمبر خدا پهلو کرده بود نشست، بعد گفت که ببین این پیام و این هدفی که ما تعیین کردیم برای رسیدن از این سر فرق مردم اره گذاشته شده تا پایین اریش کرده زنده، به شانه های آهنین وجودشان شانه کرده ولی عقب نرفتن، عقب نرفتن. شما عجله میکنید، ما کامیاب میشیم، ما کامیاب میشیم. وقتی خود آمد که از صنعا تا به حضرموت یک نفر سر شتر سوار شده باشد، هیچ کس هم امرایش نیست جز از گرگ، میگه از چیزی دیگر نخواد بترسد. ما کامیاب میشیم ولی عجله نکنید. چه یک اطمینان برش داد. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه وارضا می آید و می گوید که یا رسول الله 3 روز مرا نمانند که زیارت تو را بکنم، قسم به خود است که امی کلمه ای که اینا بدش می پیش رویشان نگویم. پیغمبر میگه نگو، ولی این می رود در محضر قریش، اما تو میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، زیر لات قرارش می ده، فشار برش می ده، ابو بکر صدیقی را خلاص میکند. پیش پیغمبر خدا میارد در حالی که خون پر بود، درش میگه چرا تو کردی؟ حوصله کن. بعد برش میگه برو خانید، وقتی که ما قدرت پیدا کردیم باز پیش ما بیا. باز یک وصیت بسیار زیبا را برش میکند که اتق الله حیث ما کنت
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هر جایی هستی از خدا بترس، هر بدی که انجام دادی فورا نیکی را پشت سرش بگذار و با مردم با اخلاق خوب زندگی کن. دین امی است. رسول علیه السلام نماز میخواند، در پهلویش بت بود، یک بت هم نه 360 بت، ولی تحمل میکرد. بلال حبش زیر شکنجه بود، آل یاسر زیر شکنجه بود، ولی برش میگفت که صبر بکنید، موعود ما سر حوض کوثر است، حوصله کنید، صبر کنید. میفهمین دوستای عزیز چه وقت آدم صبر کرده میتونه؟ که اندو آن پلان داشته باشد، یک خطوات بر خود گذاشته باشد، دورنگری داشته باشد. میگم پشت از این روز سیاه روز خوبی هم میآید. چی باید بکنیم؟ پیغمبر علیه السلام چرا کامیاب شد؟ به خاطر که برای رسیدن به هدفش یک رویکار را آورده بود و میفهمید که کدام قدم را چه وقت بردارد، حتی چه وقت هجرت کند، چطور افراد خود را نگاه بکند. یک گروپ رایی میکنه به حبشه، چگونه زمینه سازی میکند برای استحکام نظام و تقویت نظام. عزیزایم، ما که ناکام میشیم به خاطر که اصلا نمیفهمیم که به رسیدن به او هدف به یک پلان و به یک خطوط نیاز است. و رسول علیه السلام چنان انسان با نظمی بود، چنان انسان با نظمی بود که حیوانش نام داشت، مرکبش نام داشت، شطرش نام داشت، اسبش نام داشت. انسانان با نظم میتونن کامیاب شوند، نه انسانهایی که نظم را نمیپذیرند. دو، رسول علیه السلام چرا کامیاب بود؟ به خاطر که یک طرف پلان داشت و مطابق به پلان وسائل را استفاده میکرد، مطابق به پلان، و او پلان را در بین افرادش تشریح میکرد، برش میگفت این تو بکن، افرادش را به طرف نظم فرا میخواند. تکرار میکنم، چرا پیغمبر کامیاب بود؟ هم پلان داشت، هم وسائل را خوب به کار می برد و پلان خود را برای افرادش خوب ترسیخ می کرد، می رسان برش. به طور مثال در غزوه احد رسول علیه السلام برای صحابه میگه که شما کامیاب میشین. اول چی برش می ته؟ امید برش می ته. شما کامیاب میشین به خاطر که خدا با شماست، تسلی برش میده، مقاومت برش میده، روح برش میده. بعد برش میگه که هر 30 نفر باید یک حالت مثلث جور کند، 10 نفر، هیچ کس حق ندارد که از این مثلث بیرون شود، زخمی پیدا میشه، داخل مثلث برتن. پشت افراد خود را از ضربه خلاص کرد. وقتی که مشرکین می آمدن که اینا را می زدن، اون طرف 1000 نفر، این طرف 313 نفر، کوشش میکرد که بر یک نفر چندین نفر یک جا شود. وقتی که می رفت با 10 نفر روبرو می شدن، در حالی که پشتشان چی بود؟ محفوظ بود، زیر این طرف 2 دیوال دیگه 10 نفری وجود داشت. با گروپ کمش و با ترسیخ به هدف و امید دادن، جبهه کوچکش را تقویت کرد. نظام را برش معرفی کرده بود و از چیز خردترک شروع کرد، از کلان کلان گپا را نزد، از خرد گپ شروع کرد و با حوصله شروع کرد. از کجای خرد شروع کرد؟ از نان خوردن. از نان خوردن امتش را تعلیم داد. چی برش گفت؟ یا اکراش سم الله،
بسم الله بگو و کل مما یلیک از پیش رویت بگی و کل مما یلیک و کل بیمینک و دست راستت بخو از پیش رویت بخو و وقتی که نان میخوردی بسم الله الرحمن الرحیم بگو. ای امت را از اینجا تربیت کرد و منظم تربیش کرد. ما چرا ناکام میشیم؟ اول در زندگی خود هدف نداریم، متاسفانه هدف ما هدف حیوانی است. هدف حیوانی چی بود؟ چطو بخورم شکم چطو میشود و شهوترانی چطو بکنم. این می پیش ما هدف است. آل غال مغال روان است، نی جنده بالا میشود. به خرافات روی آوردی، به خرافات. امتی که به خرافات باور داشته باشه، تو میتونی او را قوی بکنی؟ امتی که اقا ضعیف باشد، آنقدر گنده عقیده داشته باشد که یک چوبه تکر سرش دور بده دور بده، بلندش که کشش که بالایش که چی است؟ یعنی چی؟ با خرافات رئیس جمهور برود، وزرا برود، تو برش زده شود، لا حول ولا قوت الا بالله. از این امت میخواین که قیادت جور بکنن؟ اینا را میخواین که بزرگش بکنن؟ نه، مادام که امت به خرافات باور داشته باشد از او چیزی جور نمیشود. تو درونت باید پاک بکنی و قوی باید باشی. رسول علیه السلام چرا کامیاب بود؟ به خاطر که هدف تعیین کرده بود که او مردم با خدا اتصال پیدا کنند، با خدا ارتباطان قوی باید باشد. حظ حیوانی را نباید داشته باشین، حیوان صفت زندگی نکنین، بلکه تو خلیفه خدا هستی، بلند و بلند بی اندیش. رسول علیه السلام به خاطر قوی بود که در رسیدن به هدفش ان وسائل را دقیق استعمال میکرد، دقیق. ایتو نبود که چون با الله ارتباط و تعلق محکم دارد در استخدام وسائل بی تفاوتی کند. الله برش فرموده بود والله یعصمک من الناس، الله تو را نگاه میکنه از شر مردم. با وصفی از هم زره را چی میکرد؟ میپوشید، شمشیر خود را میگرفت. الله برش گفته بود ولی وسائل را درست استخدام میکرد، منظم استخدامش میکرد. آنقدر دقیق بود که وفد از مدینه وقتی که آمد 70 نفر امرایش بیعت کردن، پیام دین را برش رساندن. اونا گفتن که از ما چی میخوایی؟ گفت از شما این میخوان که ابایعکم علی ان تمنعونی، ایتو بیعت امرای ما بکنین که از ما ایتو دفاع بکنین مثل که از اولادایتان و از نوامیستان دفاع میکنید. چرا این رقم کار کرد؟ میخواست بسترسازی بکنه، دقیق بهش برود. ایتو امرای از ما دفاع بکنه مثل که شما از نوامیستان دفاع میکنید، از فرزندانتان دفاع میکنید. اونا را تشجیع کرد، در ذهنش گذاشت. پس قدم قدم وسائل را استعمال کرد، منظم، دقیق. و رب العالمین هم بر چی دستور داده بود؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم. هر آنچه که و اعدو صیغه امر است، آماده بکنید تمام ابزار قوت و وسائلتان را. ما استطعتم، چقدر که توان داری،
کلش باید به کار ببری. خوب توکل چی شد؟ میگه به کار انداختن تمام وسایل نتیجه را به الله سپردن. این توکل است. توکل این نیست که تو وسایل را به کار نمیبری باز بگو خدای من را کمک کن. این تو نیست. این را الحاد میگه در دعا. این اسلام نیست. بعد از اینکه این کل کارم میکرد، چرا پیغمبر الاسلام کامیاب بود؟ به خاطر که رسول علیه السلام در مقابل مشکلات و سختی ها سر را پایین نمیکرد. به تعبیر دیگر پیغمبر چرا کامیاب بود؟ به خاطر که او در زندگی خودش هیچ وقت در مقابل سختی تسلیم نشد و از هدفش عقب نشینی نکرد. هیچ وقتی کار را نکرد. پس به خاطر که این نکته را خوب درک بکنین، غزوه احزاب بخوانید. به خاطر که خوب درکش بکنین، انگامی که پیش می آید برش مشرکین میگن تو چی حالا شروع کردی؟ تو چی حالا شروع کردی؟ بهترین خانم برات میتیم، پول برات میتیم، پاچایت میکنیم، کلان ما هستی، ولی دیگه بس کوی کار نمیشود. رسول علیه السلام برش گفت که اگر آفتاب را در یک دستم بگذارین، مهتاب را در دیگش، از این هدفم پایین نمیشود، عقب نمیرو. و برای کاکایش گفت که اگر تو نمیتونی من را حمایت بکنی، مرخصی و معذوری. ما چرا شکست میخوریم؟ حیثیت ما طفل بر خود گرفتیم. اطفال خود شما میبینین یک چیزی که برش میتی بر تو متوجه میکنه، دیگه چیز خوب ببینه او را ایلا میکنه به یه طرف میرود. انسان هایی که شکست میخورن به خاطر ازی شکست میخوره که الان در هدفش تغییر میارن، چون اولا هدف را نشناخته، هدف مقصد زندگی خود را نشناخته است. عزیزم، چرا رسول علیه السلام در زندگیش کامیاب بود؟ اصل گپ مهم نکته بود که با الله تعلق خوب داشت. دقیق شدین؟ پیغمبر علیه السلام به خاطر کامیاب بود که با الله ارتباط خوب داشت. ما چرا شکست میخوریم؟ به خاطر که تعلق ما با الله متعال ضعیف است. متاسفانه اهداف را بسیار پاک و بلند مقبول تعیین میکنیم و متاسفانه که در دل ما واضح نیست، منافقت میکنیم، غلطی میکنیم. رسول علیه السلام با الله ارتباط خوب داشت، صحابه با الله ارتباط خوب داشت، تابعین و تبع تابعین با الله ارتباط خوب داشتند. از این خاطر همیشه کامیاب بودن، هیچ شکست نمی خوردن. ما با الله ارتباط خوب نداریم. خب بن یک تعبیر بکنیم که ارتباط خوب با الله یعنی چی؟ چطور میتونیم بفهمیم که ما با الله ارتباط دارم ندارم؟ یا ارتباط ما با الله ضعیف است یا نیست؟ صفات انسانانی که با الله ارتباط خوب دارن، یکی ایست که در زندگیشان به الله اوقات مشخص داده است. این دلیل است به اینکه این انسان به الله ارتباط دارد و خوشا به حال آنانی که چنین کار میکنن. الحمدلله والمنه، ولی شما در اینجا آمدین، حضورتان در مسجد، از خانه تان تا اینجا آمدی، در حقیقت آمدی که با الله ارتباط قائم بکنی، الله را دوست داری. مادامی که شما امتو به الله وقت بتین، این ارتباط محکم و محکم شده می رود. این می لحظه امید تصور بکن که تو را کسی به زور در اینجا نیاورده، بلکه به خاطر الله آمدی. همین لحظه بهترین وقت خوشیت است و احساس امن و خوشی و سعادت اینمیالی میکنی، اینمیالی میفهمی که چقدر خوش هستی، چقدر اطمینان داری. عزیزم، هر قدر که به الله بیشتر وقت بتین،
به امو اندازه شما مطمئن و مطمئن شده میرین، به امو اندازه از سینه شما غم دور میشود، به امو اندازه خود را کامیاب تصور میکنید، به امو اندازه شکست را در زندگیتان بر میدارید. رسول علیه السلام با الله ارتباط زیاد داشت، با الله، برای الله متعال وقت خود را تعیین کرده بود در عبادات. من تو میگم که اگر امشب الله متعال برای دوستای ما این فرصت را داده باشد که ساعت 3:30 4 بجه خیسته باشد و وضو گرفته باشد و یک دو رکعت نماز خوانده باشد و یک خوب عمیق فکر کرده باشد که خدایا چه ذات عظیمی هستی، مرا انسان آفریدی، مسلمانم آفریدی، توفیق عبادت برم دادی، اکنون کلگی خواب است و مرا بیدار ساختی تا با تو راز نیاز بکنم، با تو انس بگیرم، با تو علایق داشته باشم. اما تو یک چه لذتی است؟ میشه که انسان بگم که شکست میخورد؟ ابدا شکست نمیخورد. این انسان شکست نمیخورد. انسانی که نماز صبح را خوانده باشد و بعد از نماز صبح به جای نمازش بشیند و آیات الهی را تکرار بکند، ذکر الله را بکند، انسان میشه شکست بخورد؟ نه. چرا؟ ما در ملکیت الله زندگی میکنیم، الله مالک ماست. چقدر که با ربتان تعلقتان بیشتر باشد، تعلق مخلوق برتان خوب شده و خوب شده میرود. از چیزی که دیگرها پشتش میدود، برش دروغ میگوید، خیانت میکند، غلطی میکند، الله او را بر تو مفت میده. پس عزیزای رسول علیه السلام کامیابی داری بود که با الله خوب تعلق داشت. ما که شکست میخوریم و بدبخت هستیم، تعلق ما با الله ضعیف است، بسیار زیاد ضعیف است. الله ای توفیق به ما عنایت بکنه تا با الله بیشتر باشیم. انگامی که با الله بود، رب ما چی برش میگه؟ رب ما باز برش پیام میدهد. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. سبحان الله، قسم میگیرد الله. و الضحا، سوگند به چاشتگاه، سوگند به شبی که یک بار وقت سایه می افکند، سوگند الهی به مخلوقات به خاطر رشد ظرفیتشان است. یعنی ما وقتی که سوگند می گیریم، هدف ایست که من ضعیف هستم، کلام من ضعیف است، ظرفیت من ضعیف است، به نام الله کلام خود را و پیام خود را تقویه می کنم تا تو او را بپذیری. دقیق شده؟ تشویشی در برطرف کنم. الله که سوگند میگیرد عکس قضیه است. متکلم پیامش بسیار بلند است، مخاطب بسیار ضعیف است. مخاطب باید ظرفیت پیدا بکند تا کلام الله را درک بکند، و مخاطب وقت ظرفیت پیدا میکنه که علم بیشتر داشته باشد. پس تفکر در مخلوقات علم انسان را بیشتر میکند. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. دستور الله متو نمیگذارد. هر قدر سختی دیدی ای محمد، وللآخرت خیر لک من الاولا. در دنیا هم کامیابت میکنم، خو ایره بدان که سرای آخرت بسا بسا بهترتر است از این دنیای دور زکر. انگامی که رسول ما صلی الله علیه و سلم تعلق الهی را بیشتر میکند، پروردگار عظیم در دفاع پیامبر در کل عرصه ها می رود. همسرایش یکان دفعه پیام می دهد که چی رقم خانه است؟ به اصلاح فرش نیست، ظرف نیست، تو نیست. الله مداخله می کند. یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، این کنتن تورند دنیا و زینتها
فتعالين امتعكن و اسرحكن صراحا جميلا. دنیا را میخواین؟ به خاطر دنیا خاطر پیغمبر را خدشه‌دار میکنید؟ بیاین زندگی دنیایتان جور میشود و دیگه پیغمبر را اذیت نتین، طلاقتان را بگیرین، برین خانه‌تان. خیره بدانین که الله پیغمبرش را چنان دوست دارد که زنان با این صفت صایحات صیبات و ابکارا کم تو ذکر میکند، ده صفت را برایش ذکر می، این رقم زنان را الله برش میده، چون با الله تعلق بیشتر داشت الله دفاعش میکند. مردم پشت خانهش میامد میگفت یا محمد اخرج بیرون، برای کجا شدی؟ در مجلس نمیفهمیدن، درک نمیکردن. رب العالمین مداخله میکند که ببینین هر وقت که شما با پیغمبر ندا میکردین، این ندای عوامکی نکنین، او رسول خدا هست. و سوره مبارکه حجرات نازل میشود، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. مداخله الهي است. رسول عليه الصلاه والسلام تا خانه که میمان برش میامد، نانشه که میخواد با قصر دراز میکرد، چون کلگی پیغمبر را دوست داشت. الله مداخله میکنه، ولا مستأنسین لحدیث، نانه که خوردن دیگه قصر دراز نکنین، پیغمبر آزار نتین، برین. هر کس از دستش میگرفت میگفت که یک دقیقه کارت دارم، یک دقیقه کارت دارم. پیغمبر بسیار با نزاکت بود، نمیتونست بگه که بکو دیگه، چرا مرا در کنج میبری؟ همیشه ای کار بود و او کار هم اقام مهم نبود. الله متعال مداخله میکند، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. میخوای پیغمبر را تنها ببینی؟ پس هرگاه خواستی پیغمبر را تنها ببینی، اول برو صدقه را در رای خدا بده، باز بیا پیغمبر را ببین. دقیق شدن یک پاتک برش به اصلاح گذاشت. غیر از او هر کس جیب که درد بکنه، باز خود با خود گپ خلاص شد. برین اول خیر در راه خدا صدقه بتین، باز پیغمبر را از دست بگی تنها بشین. اهمیت واضح کرد. آخر تو یک پیام الهی را داد، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله با او عظمتش، ملائکه با او طهارتش، با محمد درود میگوید، ای مسلمان ها شما هم درود بگوین. معنای صلات و معلوم بود، افادت الرحمه، عربا را میفهمیدن، پیغمبر را دوستم داشتن، فصیح و بلیغم بودن. انگامی که این کلمات را با هم تلفیق دادن، وقتی خواستن که به محمد علیه السلام بگوید، مطابقت با واقع نمیکرد، هیچ جور نمی آمد. آمدن به رسول علیه السلام گفتن که یا رسول الله، ما خوی صلات نفهمیدیم، چه کلمه بگویم؟ پیغمبر علیه السلام برش بگفت که بگوین اللهم صلی علی محمد. انسان عاجز است، هر قدر قوی و فصیح باشیم، ما کلمات نداریم که به نثار رسول علیه السلام کنیم. شخصیت پیغمبر بی نهایت بلند است. بنان اظهار عجزتان بکنین، بگوین بار اله تو به محمد درود بگو، اللهم صلی علی محمد، بار اله تو درود بگو، یعنی ما نمیتونیم. پس انسان کامیاب کی شد؟ انسان کامیاب کی شد؟ کسی که در رفتن به هدفش توأم با محبت برود و کسی را اذیت هم نکند و در قلوب مردم حکومت بکند، صادق بوده باشد و واقعی بین باشد. عزیزایم، حالا ببینین که تعلق بالله که قوی شد،
همه چیز جور می شود. چی کاری بکنم که ارتباط خود را با الله محکم کنیم؟ ارتباط ضعیفی که با الله داریم، اول معرفت اسما و صفاتش است. ما وقت کامیاب میشیم که اسما و صفات الهی را او را ترجمه کرده بتانیم، در معانیش بیندیشیم و فکر بکنیم، الله را با اسما و صفاتش بشناسیم. ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، مر الله را 99 نام است، هر کس که او را خوب یاد گرفت مستحق جنت است. پس هر قدر که نامای الهی را خوبتر یاد گرفتیم و در او عمیق شدیم، به امو اندازه الله را بیشتر میشناسیم و تعلق ما محکم و محکم شده می رود. ما همیشه میگیم الله اکبر، الله بزرگ است، ولی در این فکر کردین که چه وقت ایره میگوین؟ میگیم هر وقتی که در ذهنت تصور بزرگی کسی آمد بگو الله اکبر، یعنی الله از این قدر بزرگتر است. دشمن ما بسیار زیاد قوی بود، ما چی میگیم؟ الله اکبر، الله بزرگتر از ایست. پس وقتی که الله به ما ایسی چی کار است؟ با توپ و تانگ و پیسه و بی پنجاودیش به هیچ چیزم باز نمیترسیم. الله اکبر منهو، هیچ وقت با سر تعظیم را به غیر الله نمیمانیم، هیچ وقت از اردوی فاحشش نمیترسیم، هیچ از دلارش نمیترسیم. الله اکبر منهو. ارگو در یک جای دیدیم که پاکی الله را بیان کردیم و یه عظمت الله را دیدیم، مشنایم در کون، در محاسبات، پس میگه سبحان الله، الله پاک است از هر عیب و نقص. نعمتها را بر خود بیشتر دیدیم، میگه الحمدلله، ستایش از آن الله است. پس ببینید که این سه تعبیر وقتی که میگیریم، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، رسول ما صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ میگه هرگاه یک بنده بعد از نماز فرض 33 بار سبحان الله بگوید، یعنی با فکر بگوید، خب الله از هر عیب و نقص پاک است، 33 مرتبه بگه الحمدلله، همه ستایش نیک از هر حامدی که صادر شده و صادر می شود از آن الله است، و 34 مرتبه بگه، 3 مرتبه بگه الله اکبر، و آخر بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر ذنوبه ولو كان مثل ذبد البحر، گناهش برش بخشیده میشه اگرچه به اندازه قف بحر باشد. تعلق ما که با الله بیشتر شد، اسما و صفات الله را خوبتر و زیباتر به کار میبریم. دو، چطور میتونیم با الله ارتباط بگیریم؟ رب ما از قرآن کریم به معنای حبل، به معنای ریسمان آویزان تعبیر کرده است که در چقری مفتی او را محکم بگی که نجات پیدا کنی. قرآن کتاب نجات است. هر قدر با قرآن بودین، به امو اندازه تعلقتان به الله بیشتر می شود، و بدون قرآن ارتباط همیشه قطع است. شما نماز بخوانین، قرآن نخوانین، نماز نمی شود. قرآن وسیله ارتباط ما با الله است. پس ای مسلمان، قرآن را بخوان، قرآن را بشنو، در قرآن بیاندیش، ای وسیله ارتباطت با الله متعال است. و كذلك وحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قرآن چی است؟ روح است، وسیله بیداریت است، زندیت میکند. بدون قرآن نه کتابت فایده میکند،
و نه هم ایمان. قرآن است که ایمان معرفی میکند، نقش برات میدهد، پهلو برات میدهد. سه، مراقبت الهی. همیشه باید بدانین که الله زیر نظارتش هستی، الله مراقب اعمالت است. تنها باشی، در جمعیت باشی، شب روز، مراقبت الهی که بیاد از گناه دور میشین. و نمونه مراقبت الهی چه وقت است که احساس در زندگیتان کردین؟ بلندترین حالت در رمضان است. خوب تشنه باشی، هیچ کس هم در خانه نیست، برو از یخچال او سرده بگو بخو، هیچ کس خبر نمیشه، ولی جرأت رفتن به طرفش نداری. چرا نداری؟ الله مراقبت است، الله میبینید. خوب گشنه هستی، هیچ کس هم در خانه نیست، برو بخو، ولی نمیتونی بری. چرا نمیتونی بری؟ الله مراقبت است. دقیق شدین؟ پس امو لحظه که تو نمیری، آب را نمیخوری، اون مو لحظه یک عشق عجیبی در زندگیت میآید، یک حالت بسیار مقبول در زندگیت احساس میکنی. اینی معیت الهی است، اینی بودن با الله متعال است. عزیزای، اقرار به ضعف نفس این دلیل بر مراقبت الهی است. یعنی هر کدام ما تواضع داشته باشیم، به می نمازی که خواندیم، قرآنی که خواندیم، تهجدی که کردیم، هر کاری که کردیم، نگویم که محض شدم، لطف الله سر تو شد وطن دار، ورنه شاید یک شرابی بیش نبودی. لطف الله بر بالایت شد، ورنه یک کار انسان غلطی می بودی. پس اعمال صالح تو را قاور نکنه، مغرورت نکنه. هرگو مغرور نشدی، بفهم که با الله ارتباطت خوب است. و آخری ای که اگر ما بفهمیم که چگونه با الله ارتباط داریم، زیبا ارتباط داشته باشیم، عزیزایم، بودن با اهل الله است. با اهل الله ارتباط بیشتر کنین، با انسانانی که خدا ترس هستن، با آنها در مجالسشان بشینین، لحظات برش بتین. هر قدر با اهل الله ششتین، با عرفا ششتین، به امو اندازه ایمانتون تقویه می شود. و رسول علیه السلام می فرماید که انسانان با خدا مجلسش عطار است. عطر یا می خری یا برد بخشش می ته، و یا لحظات خوب بوی عطر به مشامت می گیری. ارگا ما رفقای فاسد داشته باشیم، مجالس فاسد داشته باشیم، در حقیقت ارتباط ما با الله ضعیف است و حتی قطع است. الله ارتباط ما را با الله محکم بگرداند. بعد این کارا را که کردیم، انشاءالله العزیز کامیابی از ما و شما خواهد بود. خداوند متعال در دنیا و آخرت ما و شما را کامیاب بگرداند. الله متعال مریضای ما و شما را شفای عاجل نصیب بکند. برادرای ما که مشکل دارند، سختی دارند، هر مشکلی دارند، الله برشان حل بکند. پروردگار عظیم کشور ما را امن و امان ببخشد. ای سال نو را خداوند متعال سال امن بر ما قرار بدهد، سال صلح بر ما قرار بدهد، سال اخوت و برادری بر ما بگرداند. رب العالمین هر مشکلی که هر کدام ما داریم، الله به لطف کرمش حل بکند و ارتباط ما را یا الله با خودت مستحکم بگردان. توفیق مزید عبادت را نصیب بگردان. خدای غلطی هایی که کردیم و میکنیم، یا الله تو بر ما ببخش. تو غفور هستی، رحیم هستی، مهربان هستی. با گناه ما نبین یا الله. ما ضعف خود را به تو پیشکش میکنیم، گناه را به تو پیشکش میکنیم و اعتراف به گناه میکنیم. ما را ببخش. و صلی الله مصلی و صلی مبارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، استغفر الله العلی العظیم. ایران باید نگفته نمانیم که وقتی که در افغانستان اشغال آمریکا صورت گرفت، ما بر ازی فکر بودیم که چگونه میتونیم که حداقل نسل جوان را توجیه کنیم. باز الحمدلله که دروس را آغاز کردیم در مساجد، دورات تفسیر را آغاز کردیم و پیمان پرودکشن که جوان عزیز ما استاد مجیب همراه ما بود در درس ها، در حلقات، و بنیاد پیمان فلم را گذاشت. ولله الحمد و المنه که تانست بیان ما را و درس های ما را، تفاسیر ما را تا به امروز خود به های ما را ثبت بکنه. و همین چیزی که شما الحمدلله در
دنیا میگیرین، کلش از این طریق برای شما داده می شود. خداوند مطالب از جوانیشان برکت نازل بکنه، رب العالمین توفیق مزید را برشان عنایت بکنه. و ما امیر باورمند هستیم که اگر ما کمک بکنیم و این پرودکشن را تقویت بکنیم و بخش نشراتی از این را حمایت بکنیم، امیدوار هستیم که خدمات بس ارزنده و خوبتر را انشاءالله برای کشور ما داشته باشد. خداوند مطالب شما را توفیق عنایت بکنه که همتو مراکز را حمایت مالی و حمایت جانی و فکری داشته باشیم. و جزاکم الله خیرا.